سلام دوستان عزیز، سبیل امیدیستم به چنل خودتان خوش آمدین. ما امروز آمدین یکی از قریه های کوچک آلمان مرز با فرانسه است که این محل یکی از نقاط بسیار مهم استراتژیکی در جریان جنگ دوم جهانی و بعد از جنگ جهانی به شمار می رفت. وست وال یا دیوال غربی که توسط نیروهای نازی آلمان در سال 1938 ساخته شده تا سال 1945 از این محل استفاده می نمودن و فعلا می خواهیم داخل خود این تونل شوم. ما را همراهی بکنید تا ختم ویدیو. اولین پوسته محافظتی در داخل تونل به خاطر محافظت از پرسنل. امتداد این تونل 14 کیلومتر است. از این محل تا مرز فرانسه امتداد دارد. نیروهای اتلر برای انتقال پرسنلشان به شکل مخفیانه از این تونل تا مرز فرانسه استفاده می نمودند. بعد از سال 1945 این محل توسط نیروهای متحدین غرب برابری ایالات متحده آمریکا تا سالهای 1970 به خاطر حفظ و نگهداری تجهیزات نظامیشان استفاده می شد. جنگ جهانی دوم تا حالا دیگه در اینجا مثل یک اثر نگه داره نکنه از نیروهای وفادار و اتلر بوده. همه وسایل امن نفل به خاطر انتقال پرسنل به حساب لشکر کشی میکردن طرف های اروپای غربی گفته طرف فرانسه ایتالیا همی طرف ها میتونی؟ فکر میکنم این سلاح امریکایی است. توپ هست این؟ این توپا فکر میکنم انتقال یافتن که به خط ریل از یک ساحه به ساحه دیگه می برد بشه از این استفاده میکنم. یا میکنم بخشن دیگه هست که شکل پوستش هست خود شروع چی میگرم راکت چی هست؟ توپ توپ؟ توپ سر شانده فکر میکنم زیر توپ سر شانده و این دافع عواز فکر میکنم به خاطر تره و این بخش هم که میبینیم مدک هست این یک نفر هم زخمی است و تمامش اون پرسول هم پشتر بینیم این توبار که میبینیم یه مربوط نیروهای نازی و اتلر هست. این هم یکی از پوسته های محافظتی است که نیروهای اتلر در جریان جنگ دوم جهانی استفاده میکردن و داخل خود تونل هم
وجود داشته و همچنان بیرون از تونل هم به خاطر محافظت از پرسنل و وسایل مربوطه مورد استفاده قرار می گرفت. این هم یک از تجهیزات به خاطر ردیابی و شناسایی دشمن بیرون از تونل. و تمام خود این چیزایی که در زمان یا فکر میکنم چیپ هست آبجی؟ یا نگاه یادیش هم بیاره سواره پیاده پیاده کنیم سوار اما خیلی موتورسیکل هست در سایبر بیشتر در فرمان مستقر در بیرون خیلی داشته پولیس نظامیش در شکان هم داشته کنیم اون باز کلی شکل که خود همین چیز تونم به ادامه داره پایین میره یکی از مرکبه دیگه شما چیز که اینجا محافظت میکنه اگر وقتی کسی نگونده بوده نکنستم که گارده های اینجا بودن این گارده بودن محافظت میکرد از خود از این تونم مولا شما یه هم آشپزخانه است پیاز بود پیاز هاش پیاز هست که تمام گزه هم شدهش مردانی خانوم ها به خاطر پخت و پز کمک میکرده کسایی که دنگی بوده گزه هاشم تهم میکرد ساندویچ و گوشتش هم حالا بخون بنده یه دیگه است یه هم بخش نوده است این طرف هم تنال پایین میره این برازید باسته است و یکی امتدار از این سال پلانی است باقی خیلی دیمار بزیز انا نمره یک جن نظر بچه فعلا ما در نقطه طبقه پایینی خود تونل رسیدیم. این دروازه را که شما میبینین ختم طبقه پایینی است و ادامه داره طبقه بالا و این همچنان که شما این نقشه را میبینین نقشه خود تونل است. قسمی که شما در نقشه میبینین ما تا این محل رسیدیم و از این بالا میره تا مرز فرانسه که 14 کیلومتر امتداد داره. ما در این پایینی بودیم تا این ساحات ما داخل خود تونل بودیم. رسیدیم در ختم ویدیو. تشکری میکنم از تمام دوستان که ویدیو ما رو دیدن. اگر چنل ما سابسکرایب نکرده باشین سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی ما دست نتین. تا ویدیو بعدی شما دوستان را به خدا میسپارم. این بود یک ویدیو معلوماتی از یکی از نقاط خیلی مهم نظامی
فرانسه بدی؟ خدا حافظ.